سلام وقتتون بخیر باشه یک ویدیو در روزهای گذشته در شبکه شما منتشر شده دارید ویدیو رو میبینید من نمیخوام در باید صحبت بکنم اصلا موضوع بسته اونم نیست و در یه چیز دیگه میخوام صحبت بکنم ولی به این ویدیو هم مربوط میشه ویدیویی هست از یک ایرانی دهه هشتادی که یه کارای عجیب غریبی میکنه که دارید در تصویر میبینید و مورد توجه کاربرهای شبکه اجتماعی قرار گرفته و خیلی ها اومدن ابراز نگرانی کردن از اینکه فرهنگمون به کدوم سمت داره پیش میره بچه ها چرا این شکلی شدن بعضی هاشون و چیزایی از این دست بر اساسی یک فیلم یک صحنه یا یک مطلب نمیشه رفتار یک نسل رو قضاوت کرد طبیعتا مدل های مختلفی در یک نسل میتونه وجود داشته باشه این صرفا یک مدلی هست که الان برجسته شده یعنی یک چیزیه که توجه ما رو جلب کرده چرا افتاده روش و ذهن ما رو درگیر این کرده که خب در بخشی از فرهنگ ما در نسلهای بعدیمون ممکنه اتفاقاتی بیفته که نگران کننده باشه یه سوال چرا فضا به این سمت رفته فکر کنم پاسخش روشنه در حوزه فرهنگ چیکارا کردیم اصلا فرهنگ برامون اولویت داشته یا نه باید اولویت داشته باشه یا نداشته باشه اگه فرهنگ برامون اولویت نداشته باشه روی فرهنگ نسل های کار نکنیم آینده ی کشورمون دسته چه کسانی ممکنه بیفته این سوالات جدیه دیگه من چند روز هست که زوم کردم روی بودجه فرهنگی شهرداری تهران 400 میلیون تومن هزینه شده در فلان قسمت انقدر میلیون هزینه کردم برای فلان بخش 800 میلیون تومان دادم به فلان پیج خیلی از دوستان میگن چرا داریم می به این قضیه خیلی واضحه بودجه فرهنگی چجوری داره تو این کشور خرج میشه وقتی بودجه فرهنگی درست خرج نشه خروجیش میشه یک نسلی که اون نسله باید آینده ساز ایران باشه اون نسله اگر اون چیزی که داره میگیره مبتنی بر فرهنگ وطنش نباشه طبیعتا آینده کشور ما میتونه مبهم باشه دیگه بچه هایی که امروز 8 سال 10 سال 12 سال سن دارن اینو من یادم سال 96 هم گفتم سال 96 ما سوزن رو به چیزی گیر کرده بود هی فریاد میزدیم میگفتیم اون بچه که امروز 12 سال سن دارن 8 سال سن دارن 14 سال سن دارن اینا 4 سال آینده نوجوان ها و جوان های جامعه ما تشکیل میدن دیگه ما ولشون کردیم در یک فضای مجازی نمیخوام بگم فضای مجازی محدود باید بشه ابدا منظورم این نیست ولشون کردیم در یک فضا با یک فرهنگ دیگه ای با یک تفکر دیگه ای با یک نگاه دیگه ای و با یک مجموعه از ابهامات دارن میان جلو حالا اون بخشی از حقیقت جامعه ماست و خود جامعه هم و خانواده هم مونده که با در قبالش کار بکنه و نمیخوام بهش ورود بکنم سوالم اینه بودجه فرهنگی چجوری داره خرج میشه یه نمونهش پیجی هست 800 میلیونی که توضیح دادیم دیگه 800 میلیون تو یک پیج هزینه شده حالا اتفاق عجیب تره اتفاق عجیب تره و توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد من برای اینکه اهمیت موضوع رو نشون بدم یه نمونه توییت میخوام بخونم از یک چهره سیاسی سعید جلیلی از جمله چهرهایی هست که من دیدم این چند روز اونم داره توییت میزنه در مورد این قضیه یعنی بعد از اینکه کاربرهای شبکه اجتماعی مالن دارن فریاد میزنن که آقا بودجه رو چجوری کردی تو این سالها. سیر جلیلی هم اومده یک توییتی زده من توییت رو میخونم بعد میخوام بپرسم ماجره عجیب غریبی که در روش با شما صحبت بکنم متن توییتشون این توییت برای 20 ساعت پیشه نوشته که ده هزار میلیارد تومن در شرایط تحریم برای بخش فرهنگ در بودجه اختصاص یافته اما درست هزینه نشده برای مثال بودجه فرهنگی شهرداری تهران در ده سال گذشته سال بیش از دو هزار میلیارد تومن بوده است باید آن را برای شهرانون به درستی مدیریت کرد و معلوم شود در چه زمینه هایی خرج شده است بودجه شهر تهران چجوری کردید یک عکس منتشر شده این عکس مربوط به لوگوی هست که طراحی شده ب... به سفارش شهرداری تهران خواستم بگم برای شهرداری تهران درستش نمیگم به سفارش شهرداری تهران این لوگو در سطح شهر تهران نصب شد یعنی دیده شد در های قبل و خیلی سوال برای شهرانه که این چیه چه شکلیه بر چه اساسی به این لوگو رسیدین مبتنی بر چه چیزی از فرهنگ ماست سوالات جدی هستیگه چطوری به این لوگوه رسیدین حالا یک سند منتشر شده این سند نشون میده که شهرداری تهران برای لوگوی که دارید مشاهده میکنید چیزی در حدود 400 میلیون تومن هزینه کرده حالا دو تا بحثه یا 400 میلیون تومان به یک طراح پرداخت شده برای این لوگو یه طرف داستانه که خب خیلی عقلانی به نظر نمیرسه دیگه الان من مطالب مختلف رو نگاه میکردم بهترین طراح ها اومده بودن گفته بودن که ما بخوایم خاصترین طرح رو بزنیم یه چیز نهایتاً سی میلیون تومان میگیریم دیگه یکی بخوام یک طرحی بزنیم که مثلا خیلی شاخ باشه 400 میلیون چه چجوری پرداخت شده پس یه نگاه اینه که یه نفری اومده 400 میلیون دادن از آشنایان دوستان و بستگان یا عزیزان بوده گفتن این 400 میلیون رو ببر و یک لوگو بزن که خب یک فاجعه است باید بررسی بشه یه نگاه دیگه هم هست نه 400 تو دادن گفتن که به طراح نه گفتن که این 400 میلیون تومن رو بگیری تیم محترم خروجیش این باشه که یک لوگو به ما بدید که باز در نهایت این که اصلا چجوری این بودجه خرج شده رو کاری نداریم اگر خروجیش این لوگو بوده باشه بازم فاجعه است بازم فاجعه است این در نهایت اصل داستان فرقی نمیکنه در جهت کاربرها اومدن به این پرداختن که آقا 400 میلیون تومان شما پرداخت کردید که در نهایت رسیدید به این حالا مثل که ماجرا مفصل تره یعنی عددهایی که دارن میگن خیلی فراتره بعد یه بحثی پیش اومده که 50 60 میلیون فقط برای پاورپوینت این هزینه شده من تو جزئیات نمیخوام برم چون اطلاعات دقیق ندارم ولی اون چیزی که دقیق میدونم این 400 میلیون است حالا یک گزارش هم خود یکی از چهرهایی که به نوعی مربوط بوده به این طرح ارائه داده که اونم به نظرم بحث قابل تعملی توش داره اونم به شما ارائه خواهم داد بریم چند تا از توییت های کاربرها رو بخونیم درباره همین لوگویی که دارید مشاهده میکنید یکی از کاربرها نوشته که در مجموعه شهرداری یک میلیارد و 600 میلیون بابت طراحی یه لوگو پول داده شده کلیت ماجرا رو اومده حساب کرده بر اساس این سندی که منتشر شده از پولی که برای لوگو داده شده تا پاورپوینت و بحث دیگش قدیم اینها رو میزدن زیر فرش الان انقدر وقیه شدن که راحت منتشر میشه گردنشون رو هم می گیرن بالا چون که گردن کلوفتن یه سوال من دارم این لوگو رو نگاه کنی اون دوتا سفری که داریم می بینیم که تراحی نداره دوتا دایره است درسته یکیش که تراحی نداره اونم یه دونه به صلاح خطه و چیز خاصی تا جایی که من دارم میبینم نداره بذارید یه بار لوگو جلو چشم باشه دقیق با تو نظر بکنم ر حرف ر حرف ر هم که تراحی نداره یه خط اینجوریه درسته؟ یه حرف میمونه الف الف هم که تراحی نداره اون یه خط صافه اون چیزایی که تراحی شده توی این یه دونه ته هست یه دونه ه هست یه دونه نه هست یه دونه هم عدد چهار یعنی اینو دونه چند حساب کردین دونه مثلا اصلا من کاری ندارم که برای یک تیم هزینه شده که برن برنامه ریزی بکنن تحریر بکنن مبتنی بر فرهنگ ما اینو بسازن کاری ندارم بر چه اساسی می رسید حرفم اینه یعنی دونه ای حرفی یک میلیون تومان بابت این هزینه شده عجیب غریب نیست قابل تحمل نیست حالا بریم جلوتر بریم جلوتر بررسی ببینیم دیگه گفتن یه کاربر به شوخی اومده یک کشیده گفته که آیش شهرداری منم لوگو ساختم یک میلیارد و 600 نمیخوام صد و شست کفایت میکنه چون خیلی زحمت نکشیدم پاش تصویر است که منتشر کرده به تنس وقتی و همین که شما 400 میلیون تومان پول دادی دقیقا برای چه چیزی برای اینکه خروجیش بشه این در سطح شهرم زده بودی همه مونده بودن یه سری گفتن آقا جادو کردن توی اینا نمیدونم جادو جنبل نوشت اینا تنزی که اون گفته میشد وقتی در سطح شهر زده شده بود چون برای کاربرها جدید بود بعد یه چیزی جالبتر بگم چینی ها اون موقع مادن ایران یه سری رو همین هم فضا سازی کردن که آی شهرداری تهران یه طرحی زده مبتنی بر زبان چینی که به اصطلاح خوش آمدی گفته باشد به چینی ها یعنی طرح نه تنها مبتنی به فرهنگ ایرانی است بلکه باعث شده بود ما هزینه پردازی هم در کف فضای مجازی داشته باشیم چون یه سری نمیفهمین این طرح رو خنده داره نه برای همین این عدده هزینه شده و به شدت نیاز داره که پاسخ داده بشه که این بودجه فرهنگی چجوری داره خرج میشه توی مملکت یه کارور دیگه این خیلی به نظرم توییت قابل تعملی هست گفته که الان خیلی دارم به شهرداری به تندی انتقاد میکنن بابت هزینه های طراحی لوگو من هم درود میفرستم به شرف خانم آروین و کسایی که پایداری کردن تا شهروندان فرصت تجربه شفافیت و نقد عمل کرده مدیریت شهرداری رو پیدا بکنن امیدوارم شورای جدید این فرصت رو از اون نبره ایشون یکی از کاربرهایی هست که طبیعتا همسویی داره با شهرداری تهران و حالا من نمیخوام بگم مالکشی داره میکنه ولی داره میگه که شما داری درباره بودجه شهرداری صحبت میکنین چون شهرداری شفافیت به خرج داده خودش اومده بود جایی که خرج کرده علنی گفته که من انقدر فلانجا جا خرج کردم من سوال میخوام بپرسم یعنی ما داریم شفافیت انجام میدیم که اون کارهای غلط هزینه های نجومی عجیب و غریب جلوی چشم مردم انجام بشه بعد بگیم که خب شفافیت انجام دادیم دیگه ببینید انقدر هزینه کردیم فلانجا نه شفافیت داره انجام میشه که این اشتباهات نباشه شفافیت داره انجام میشه که 800 میلیون برای یه پیج داده نشه این تصویر رو دوباره من نشون میدم یه عکسی است که توی اون پیج 800 میلیونی منتشر شده 600 میلیون پول تولید محتوا به این پیج دادن 225 تا پست منتشر کرد یکیش اینه این محتوا رو با دوربین میشه تاثیر برداری کرد کار خیلی پیچیده ایه یعنی یه نفر رفته یه گوشه عکس گرفته اینو دونه چند حساب کردید تولید محتواش رو حالا شما اگه بگید نه ما شفافیت انجام دادیم که همه بدونن و ما رو نقد بکنن خب خیلی حرف مسخره ایه یعنی از سرتون باز کردین دیگه گفتین کارهایی که قبلا انجام میشده است یا ممکن بوده جایی انجام شده باشه رو ما حالا علنی انجام میدیم دیگه جلوی چشم شما نه شفافیت اومده ای که این غلط ها نباشه شفافیت اومده ای که این غلط ها وسط شهر میشه بریم بعدی رو ببینیم گفته که این لوگو برای شهرداری یک میلیارد و 600 میلیون آب خورده الان سال اگر موضوع صحت داره بفرمایید ما چهار گوشه گرافیک رو ببوسیم بزنیم کنار یک طراح و یک گرافیس بهش فشار اومده واقعا داره حساب کتاب میگه چند حروفی چند چجوری حساب که این 400 میلیون و تقریبا همه توییت ها از همین جنسه یه کاربر دیگه نوشته که برسد به دست دو خبرنگار تحقیقی آی آشار سلطانی و خانم آذرپی که اگر استاد دونستان به این موضوع یک توییتی واکنشی روم کلاب هاوسی چیزی بزنن و در راستای شفافیت سازی در جریان اصلاحات گامی بردارن یک میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه طراحی لوگو در شهرداری تهران و واقعا برای من سواله ما یک مجموعه از رفقا داریم اینا بهشون میگن عدالت‌خواه و مسائل مختلف رو پیگیری میکنن مسائل مختلف رو در جهت شفاف سازی مطالبه میکنن این رفقا در قبال اون پیج 400 اون پیج 800 میلیونیه اون بودجه 400 میلیونیه و این یک یک میلیارد 600 هیچی نگفتن نمیدونم یعنی جریان ادالت خواهی آمده است که مثل انصار حزب الله دهه هفتاد که قبلا مفصل در صحبت کردیم به شیوه کار رسانه انجام میده که به نفع جناح چپ تموم بشه یعنی در ظاهر یه سری آدم هستن مثل ما ولی به شیوه تولید محتوا میکنن که به نفع جناح چپ بشه خروجیش یا نه اومدن واقعا عدالت خواهی بکنن اگر واقعا هدفشون عدالت چه چرا همشون ساکت بودن در قبال مسائل بریم عادی رو هم دیگه ببینیم یه کاربر دیگه گفته که این کاربر فکر کنم از چهرهای هوادار مادوگر قالیباف باشه نوشته که طراحی لوگوی تهران 1400 405 405 میلیون تومان آب خورده از افتتاح ماهانه یک ایستگاه مترو در دوره قالیباف رسیدیم به طراحی لوگو و قرارداد چندصد میلیونی برای توییت زدن و تقریبا همه کاربرها به همین شکل به موضوع اشاره کردن در نهایت یکی از کسانی که به نوعی در این قضیه نقش داشته یک کاربر که در, شهر در شهرداری و شورای شهر تهران بوده به این قضیه اشراف داشته اومده توییت زده و در خصوص توضیحاتی رو داده گفته از سال 96 قرار بوده یه سری کارا انجام شده در این حوزه از سال 98 به من سپرده شده اگه من اشتباه خلاصه خانی نکنم تاریخ ها رو بعد میگه که تو همون سال 98 ما اومدیم گفتیم که نه اینجوری نمیشه بعد بشینیم یه به اصطلاح دبیر انتخاب بکنیم کار سازمان یافته تر بشه قشنگ بشینیم بحث بکنیم و ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم جلسات مختلفی گذاشته شده در جلسات ابتدایی این لوگوهایی که دارید می‌بینید پیشنهاد شده بابت این لوگوها 300 میلیون پرداخت شده من از روی متن توییتش بخونم یا من اشتباه متن رو برای شما ترجمه نکرمشم. هر یک از طراحان با سفارش کار مشخص و مبلغ معین که برای هر کدام متفاوت بود چند لوگو طراحی و ارائه کردند که تا پایان فروردین 99 تعداد بیش از 30 لوگو جانوری شده هزینه کار و مبلغی در حدود 330 میلیون تومان بوده است این لوگوهایی که ابتدا میرن طراحی میکنه داستان ادامه پیدا میکنه میان جلوتر میان جلوتر میان جلوتر حالا جزئیاتش گفته این هزینه رو انجام دادیم برای کتابش این هزینه رو کردیم برای تیزرش فلان هزینه رو کردیم و فلان تیم آوردیم پای کار استراتژیست برای طراحی لوگو آوردیم همه اینها بازم داستان تغییر نمی کنه این میلیون تومن هزینه شده برای یه لوگو و در نهایت تصویر منتشر کرده از همین لوگو در نهایت چیزی که رسیدن به این داستان و این لوگویی هست که بعد از چیزی حدود یکی دو سال وقت گذاشتن اگر من برداشت نکنم سی تا توییتی که شما زده باشین رو در نهایت بعد از این بازی زمان چیزی که بهش رسیدن این سوال جدیه فراتر از این که اصلا این لگوم بحث گفتگو پیرامونش به کجا برسه فراتر از اینکه اون 800 میلیون چجوری خرج شده اون 400 میلیون چجوری خرج شده این بحث جدی بودجه های فرهنگی در این کشور چطوری داره خرج میشه اگر اجازه این ویدیو رو همینجا متوقف کنم پیام هاتون رو در یک ویدیو مفصل تر به شما دوستان عزیز ارائه خواهیم داد منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر